سلام، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از نئوکست. امروز ادامه اپیزود سوگ رو داریم با یه فرایند دیگه. مهمان هم داریم. زهره جان خودتو معرفی کن. سلام، من زهرم، دانشجو ترم 2 ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز. منم مبین هستم. ما رو میتونید توی کست باکس، شنوتو و توی یوتیوب دنبال بکنید. کافیه که نئوکست رو سرچ کنید. توی اپیزود قبلی تمرکز ما روی این بود که سوگ چقدر میتونه تجربه های متفاوتی داشته باشه واسه آدم های مختلف، اما توی این اپیزود میخوایم ببینیم که مراحل سوگ رو آدم ها چه شکلی طی میکنن و آیا این سوگ کاملا درمان میشه یا به چه شکلی هستش. یه سری از مردم معمولا فکر میکنن که حالا مثلا یه فوتی داشته باشن توی خانوادهشون یا حالا یکی از عزیزانشون فوت بکنه، بعد یه مدت باید به طور کلی فراموش بکنن و انگار مثلا همچین شخصی وجود نداشته. به نظر من اولین چالش رو از همینجا شروع بکنیم که آیا این درسته یا نه. سهره نظر تو بگو. یه خاطراتی باهاش ساختی، بخشی از شخصیتت با اون آدم شکل گرفته، یه چیزایی با اون آدم به دست آوردی، تجربیاتی که داشتی، تو نمیتونی یه بار همه اینا رو بذاری کنار و بگی خب اون آدم مرد، تموم شد، رفت، الان از این به بعد زندگی من یه جوری قراره باشه. اتفاقا به نظر من جایی که قبول بکنیم که اوکی این آدمه بوده، با تمام غمی که من الان دارم ادامه دار قراره باشه این غم تا یه جایی و یاد و خاطره اون آدمه قراره که با من باشه، از اینجا به بعد که شاید بتونیم بهبودی بریم. میدونی چرا من پیشنهاد دادم به سعید که با زهره صحبت بکنیم سر همین پادکسته؟ توی اپیزود قبلی که حالا بیشتر حرف مردم بود و من و سعید کمتر صحبت کرده بودیم، من احساس کردم که حالا چون یه شناخت نسبی هم داشتم قبلا راجب تو، من این حس رو داشتم که نسبت به گذشته تونسته بیشتر کنار بیاد، ولی بازم خیلی خوب میتونه احساساتش رو بیان بکنه راجب باباش که از دستش داده و این باعث شد که بگم مثلا این ببین فراموش نکرده ها، ولی باش کنار اومده و همین باعث شد که بپردازیم به این موضوع. حتی یه چیزی بالاتر از کنار اومدن هست و اولش میخوام بگم که خوب نکات خوبی رو بهش اشاره کردین و خیلی وقتا تصور مردم اینه که بله یه اتفاقی افتاده و تو باید مثلا یه جوری انگار مثلا میگن که انگار یه توپو مثلا برداشتی و نابودش کردی. نه، این شکلی نیست. خیلی وقت آدم صبح که پا میشه با همون غم باید به زندگیش ادامه بده. اما ما معمولا مثلا میگیم مدیریت که از کنترل یه نمه حرفه‌ای‌تره دیگه تو این قضیه و خیلی وقتا آدم کنارم شاید نیاد به اون صورت باهاش. یه تفاوتی بین اپرو و اکسپتنس هست. اپرو کردن یعنی تایید کردن، یعنی مثلا تو بگی که آره دیگه مثلا تو کار خوبی کردی، این کار انجام دادی. نه، این شکلی نیست. ممکنه گاهی وقتا توی سوگ‌هایی که داریم اینو بگم که همیشه از دست دادن یه عزیز نیست. ممکنه گاهی وقتا ما یه نقش اجتماعی رو از دست میدیم و خب اونم میشه یه جور فقدان. مادامی که ما بتونیم به اون پذیرش برسیم و بپذیریم که این مشکل هست، من هم شاید نقشی داشتم، من هم اشتباهی داشتم توی این رابطه، توی چیزی که از دست دادم و به زندگیم ادامه میدم. اما به نظرتون چه جوری آدم میتونه به این پذیرش برسه؟ من میخواستم بگم که صرفاً سوگ فقط راجع به مرگ کسی نیست، توی روابط هم ما اینو تجربه میکنیم. ما سوگمون راجع به آدمی که از دست دادیم ما اینو بیشتر بلدیم تا رابطه. ما سوگمون راجع به وقتی کسی رو از دست میدیم که ما برای بقیه پذیرفته تره. وقتی ولی مثلا یکی طلاق میگیره یا با یکی کات میکنه، شرایط سوگواری رو اصلا نمیذاریم بگذرونه. همینه که ما وقتی یکی راحت تر باش کنار میایم تا اینکه یک رابطه ای کات میشه. خیلی حرف جالبی زد زهره. من یاد شعر جبران خلیل جبران افتادم، میگه که همدیگر را دوست داشته باشیم، به یکدیگر عشق بورزیم، اما نه چسبیده به هم، بگذاریم باد میان ما بوزد. اتفاقی که میفته خیلی وقتا بعضی از رابطه ها مخصوصا توی ازدواج ها، الان یه متغیر جدید هم داریم به اسم سکوت زناشویی که یه ذره فرق داره با طلاق عاطفی، خیلی وقتا
اون رابطه رو از دست دادی، یه چیز تو خالی ازش مونده و اونجا دیگه حتی اون سوگرم نمیتونی خیلی سالم تجربهش کنی و خیلی پیچیده است. ببین بیشتر به نظر من، ببخشی زهره، به نظر من بیشتر توی روابط خود ما باید این سوگواری مثلا طی بکنیم دورشو. خیلی ها مثلا بعد حالا یک گریز کوچیک بزنیم و اینکه از بحثمون زیاد دور نشیم، ولی به طور کلی مثلا خب یه نفر که از یه رابطه تام شده، حالا کات کرده، حالا به هر دلیلی، حالا اون سوگشو داره طی میکنه، ولی خب خیلی به خاطر اینکه مثلا تنها نمونن یا مثلا صرفا جایگزین بکنن میرن سمت گزینه‌های بعدی بعدی، اون وقت آره. ولی به نظر من توی اینجور مسائل بیشتر خود آدم باید بگذرونه، یعنی مثلا خود آدم به خودش استراحت بده که بیشتر سکوت و رعایت بکنه راجع به این ذهنش و روابطش. اصلا خود اعمال سوگواریه، انجام دادن اعمال سوگواری به کنار اومدن ما خیلی کمک میکنه. یه چیزی که اصلا راجع به همین از دست داده های دوران کرونا همیشه میگن که خب اکثرا نتونستن با این قضیه کنار بیان، چون اونا حتی مراسم های سوگواری رو هم اغلب نتونستن انجام بدن. اینا خیلی به ما کمک میکنه، اون دایره حمایتی که دور و برت داری، برای اینکه اصلا اون چیزی که تو داری به رسمیت شناخته بشه. یه کسی میاد دستشو پشتت میذاره، یه کسی میاد همراهیت میکنه تو گریه کردن، اینا رو ما وقتی یک به رسمیت میشناسیم. ولی وقتی حالا یک دختری با یه پسری حالا دوست بودن تموم شده رفته، دیگه بقیه بهش میگن، نمیگن اوکی ناراحت باش بیا گریه کن، نه فکر نکن اصلا بهش. یعنی ما همون اولش بلوکه میکنیم، اصلا نمیذاریم که این آدم احساساتشو بخواد با ما در میون بذاره. انگار اون آدم رفته بد بوده، دیگه تو نباید اصلا بهش فکر بکنی، باید تموم بشه بگذره. ولی وقتی یکی میره، ما با اون آدمی که سوگوار ملایم تر داریم برخورد میکنیم. دقیقا همینطوره و ما همدلی رو متاسفانه نداریم و صرفا میگیم همدلی میکنیم، ولی این همدلی نیست. خیلی وقتا من اینو توی دانشگاه روانشناسی هم میبینم، وقتی مثلا دو نفر با هم کات میکنن، رفیقش میاد میگه که نه بابا اون لیاقت تو رو نداشت، اون دماغش فلان شکلی بود، و اینجا در واقع تو هیجان اون آدم رو داری سرکوب میکنی، داری تحقیر میکنی به جای اینکه عمق ببخشی یا به قول تو به رسمیت بشناسی. ببینید من یه سوال پیش اومد واسم این وسط که حالا میگین این کار باعث میشه که یه کوچولو من شاید نظر نه کوچولو نه یه جای علامت سوالی واسم پیش اومدی که خب بعضی وقتا این حرفا هم باعث میشه که شخص اون دردش تسکین پیدا کنه. برای خود من حالا اگه قرار باشه راجع به تجارب شخصی صحبت بکنی، من با از دست دادن آدم هایی که کردن راحت تر کنم. چرا؟ اومدم گفتم خب مامان میخوام راجع به بابا صحبت کنم، گریه کردم، نوشتم، این اجازه رو داشتم که حتی مثلا با دوستام یا تو حالا اینستام جایی من خودم رو خالی بکنم یه جورایی. ولی با از دست دادن آدم هایی که حالا باهاشون رابطه عاطفی داشتم به این راحتی ها نتونستم کنار بیام، چرا که من اجازه تخلیه هیجانی نداشتم، من اجازه اینو نداشتم که خیلی راحت بتونم راجع بهش صحبت بکنم یا دام بپذیرن. هر وقت که خواستم راجعش صحبت بکنم سریع شروع کردن بقیه که آره آدم بدی بوده شده که تموم شده و اینا. ولی خب تو داری اون قمر رو تجربه میکنی، برای تو دقیقا مثل فوت کردن یه عزیزیه، باید مکت بکنن که اون احساسات رو اتفاقا تجربه بکنن. میدونی چه اتفاقی میفته وقتی یکی میگه اون آدم بدی بوده؟ اولا داره انتخاب تو رو واقعا خدشه دار میکنه، ثانیا اینکه عملیات رو از بین میبریم یا ایجنسی رو از بین میبریم. ببین خیلی وقتا من میبینم مثلا توی کارورزی اینا کیسی هست که میگه همسرم منو ناراحت کرد، همسرم منو خشمگین کرد، انگار که ریموتش دست اون همسره، انگار که فقط اون آدم توی اون رابطه نقش داشته. چرا ما نیایم بگیم که من غمگینم؟ اون روز با موبین داشتیم میرفتیم، اتفاقا یکی از دوستای قدیمیمو دیدم، نزدیک شاید 3-4 سالی بود همدیگر رو ندیدیم و سر یه داستانی ارتباط ما به هم خورد و چقدر خوب میشد که ما به جای اینکه چونه بزنیم بگیم که من غمگینم که تو رو از دست دادم،
وقتی ما بتونیم به این عملیات برسیم تازه میتونیم به اون مرحله پذیرش برسیم. اتفاقی که میفته اینه که خیلی ها این مراحل سوگ رو طی نمیکنن. طرف میگه من رفتم پیش تراپیست ولی عملا هنوز هم توی مرحله انکاره، هنوز هم توی مرحله خشمه و چون هیچ وقت به پذیرش نمیرسه هیچ چیزی پیش نمیره. بچه بهتره که حالا این ما راجع به مراحل سوگ صحبت میکنیم اینا رو بگیم، یه کوچولو تعریف داشته باشم مخاطب و بعد مثلا نکاتش رو بهتره که بازگو بکنیم، چون الان مثلا مرحله باشه. آره توی مرحله شوک یا انکار که اولین مرحله از طرف نمیپذیره، یعنی هی با خودش کلنجار داره و بعد مرحله خشم رو داره. آره دیگه آره. و بعدش خشمگینه، مثل چیزی که زهره هم میگفت که من خشمگینم که تو نیستی توی این شرایط. و بعد چانه زنی یا معامله هست و توی چانه زنی هم خیلی وقتا مثلا طرف یکی از عزیزانش تو کماست و همه چیز میگه که این آدم عملا فوت کرده و اونجا بودنش هم تأثیری نداره، هی نذر میده، هی چونه میزنه که ای کاش این درست شه و نه من میدونم درست میشه. و بعد در نهایت حالا مرحله پذیرش رو داریم. اما یه چیزی رو بگم، اونم این که قبل پذیرش هم افسردگیه. آره دقیقا. که حالا شخص ممکنه که خیلی تو این مرحله افسردگی بمونم و حالا به اون مرحله پذیرش نرسم، یعنی هی تو دور باطل گیر بکنن، هی نتونن اکسپت بکنن و صرفا با همین برگردن به مرحله انکار که بگن مثلا ما میخوایم فراموش بکنیم، همون چیزی که اول پادکستم راجبش بحث کردیم که مثلا یه نفر واقعا میخواد فراموش بکنه، این فراموش شدن مرحله همون اولشه، یعنی مرحله انکار. انگار یه نفر میرسه مرحله افسردگی باز فلشبک میزنه مرحله انکار که اگه بخوان یه دردشون تسکین پیدا بکنه بهتره که با اون چطور بگم مرگ و قبول کردن این که همه ما یه روزی چه دیر چه زود یه روزی به هر حال عمرمون تمام میشه دیگه و میمیریم، اینو بهتره که اکسپت بکنن همه. ضمن این که همه به ترتیب این مراحل رو طی نمی کنن، گاهی وقتا ممکنه طرف خیلی زود به چانه زنی برسه، گاهی وقتا ممکنه تا آخر عمر اصلا تو مرحله انکار بمونه. اما راجع به خود انکار اول میخواستم صحبت کنیم و اینکه از نظر شما چی باعث میشه آدم انکار کنه؟ آدمو از دست دادی، آدم داشتی زندگی میکردی، خاطره با اون آدمه، صبونت رو باهاش خوردی، ظهر ناهارت رو باهاش خوردی، خیلی عجیبه که دیگه از امروز به بعد قراره که نباشه. زندگی تو اونجوری شکل گرفته بوده که خب اصلا من صبح بلند میشم این آدمه رو میدیدم، باهاش سلام علیک میکردم، یک بخشی از زندگی من همیشه این بوده، از امروز به بعد که خب خیلی اصلا قابل باور نیست. یعنی چی؟ میدونی انگار بخشی از هویت آدمه، زیر سوال میری. آره دقیقاً هویت خودت انگار داره زیر سوال میره، چون یعنی بیشتر از بقیه خودمون داریم خودمون رو زیر سوال میبریم دیگه، یعنی اون ما با بقیه زندگی خودمون و هویت خودمون رو شکل داریم و بیشتر از اینکه وجود اون شخص از وجود در واقع مردن اون شخص اذیتمون بکنه، نبودن اون شخص اذیتمون بکنه، اینکه خودمون در واقع الفبای اون هویتمون زیر سوال رفته داره بیشتر اذیتمون میکنه دیگه. درسته. مسئله ای که هست اینه که همین بحث آیدنتیتی و هویت هم مطرح شد، خیلی وقتا بعضی از آدما هستن، اگه شاعرانه بخوام بگم، اینه که ما توشون حل میشیم و قسمتی از اون آدم میشه ما و ما قسمتی از اون آدم میشیم. شاید این شکلیه، یه ذره اگه پیچیده نکنم و ساده بگم این شکلیه. و وقتی اون آدم نباشه انگار بخشی از ما برای همیشه مرده. و خیلی وقتا من سوال که میپرسم از یه مادر، وقتی داره میگه که آره من مثلا مریم هستم و بعدش دیگه بچه هاست، نمیگم سالمه ها این کار دارم، میگم که چجوری هستش که آدم این کار میکنم. قبول دارم. و یه چیزی هست، تو وقتی که آدم داره از دست میده، تو یکی از نقشای خودتو واقعا خب داری از دست میده. من مثلا وقتی پدرمو از دست دادم، نقش زهره به عنوان دختر بودنه رو یعنی من از دست دادم، من دیگه دختر اون پدر نیستم، اون نقشه رفته از زندگی من به کنار. خب یا وقتی من
مادر بزرگم از دست دادم، من این نقش نوه بودنه برای مادر بزرگم همراه با اون مادر بزرگ از دست دادم. آره دیگه، یعنی ما اصلا با نقشامون هویتمون شکل میگیره. همینه که هر چقدر خب این آدما میرن تو انگار یه تیکه از وجود تو واقعا خب میکنن با خودشون. آره من یادم 10 سالم بود با بزرگ فوت کرد و شاید بگم از 10 سالگی به این ور من دیگه خیلی بچگی نکردم، ولی اون تایم قشنگ دراز میکشیدم از کجا تا کجا تا کجا و با بزرگ داشت واسه من قصه میخوند، شعر میخوند. شاید علاقه من به شعر از همونجا شکل گرفت و الان حس میکنم نوه کسی نیستم واقعا، اون حس رو دیگه ندارم و میفهمم چی میگم. همینطوری هم منم. من تازه نمیدونم 2 سال نه دیگه، پارسال و پیارسال بود دیگه من با بزرگم از دست دادم و بعد اون همین حالتی که میگی اصلا نوه کسی نیستم واسه با بزرگی، نه واسه منم تکرار میشه. نمیدونم تجربه کردین شما، وقتی یک آدمی از دست میده تو علاوه بر اون خشمی که داری یه عذاب وجدانی هم داری واسه کارهایی که فکر نکردی. آره نسی در طی حیات اون آدم انجام بدی و ندادی. نظرم این که به خودمون اجازه بدیم که حتی اون عذاب وجدانه رو تجربه بکنیم و راجعش صحبت بکنیم، خود اینم خیلی میتونه به ما کمک بکنه گذر این روند. خیلی نکته خوبیه و من دقیقا امیر محمد و سال 97 از دست دادم. من و موبین توی مدرسه درس خوندیم تو ابتدایی، ولی خب بعدن با هم آشنا شدیم. امیر محمد هم دقیقا تو همون مدرسه بود، فقط چند ماه از من بزرگتر بود و دقیقا یادم تابستون بود و من درگیر حالا یه سری کارا بودم، خیلی کلنجار میرفتم که خب میدونستم کار داره درگیر دانشگاه بود، میگفتم امروز نزنم حالا زنگر رو و هی میگفتم فردا، بعد فردا دوباره دیر میرسیدم خونه، مثلا ساعت میشد 11 میگفتم الان خوابه. و یه روز صبح یکی از بچه های اعلامیه فرستاد، من فکر کردم فوتوشاپه، گفتم بابا این چه مسخره بازیه، خیلی هم طبیعی درست کردین و فلان، خب که چی. و بعد که فهمیدم واقعیته و واقعا فوت کرده دوستم، من هر روز دارم حسرت میخورم. یعنی بوده یه چند وقت مثلا یه دوست امیر دیگه داشتم تو کانتکتا داشتم پی ام میدادم، اشتباهی رفته شماره اون و هی دلم میخواست که زنگ بزنم بهش و این حسرت همیشه با من هستش. میفهمم چی میگی. حالا یه سوال، چون دیگه داریم به آخر پادکستم نزدیک میشیم، الان توصیه هایی که واسه شخصی که یکی از عزیزاشو از دست داده چیه؟ من قبل توصیه چیزی بگم راجع به خشم که زهرم گفت. ببین خشم میتونه به ما چی بگه؟ خشم میتونه بگه که من از این موقعیت ناراضیم، خشم میتونه بگه که به من حمله شده، خشم میتونه بگه که کسی داره به من توهین میکنه، کسی وارد مرزهای من شده. ولی غالبا ما خشم رو به شکل سازگارانه تجربه نمیکنیم. چرا؟ به خاطر بازدارنده هایی که هست، به خاطر مسائل فرهنگی. مثلا توی فرهنگ ها غالبا این شکلیه که وقتی پسر خشمگینه خیلی پذیرفته تره تا یه دختر و همینم باعث میشه که ما خیلی وقتها مخصوصا توی دخترها اون خشمه رو تجربه نمی کنیم. نمیگن چرا؟ چون مثلا پذیرفته شده ترش، ارزنده سازی شده ترش اینه که دختر مثلا مطیع باشه. آره اون خشم افسردگی و مسائل دیگه میشه تنی چنج میکنه دیگه. آره صورت مثلا از خشم تبدیل دقیقا. و افسردگی و دقیقا. سرکوب و اینا میشه. برعکسش هم هست که مردا رو اگه دقت کنی، مردای ایرانیو نمیگم همشون، اغلب این شکلی ان که وقتی غمگینن هم داد میزنن، وقتی غمگینن دوباره اون خشم رو نشون میدن. چرا؟ یه تحقیق کوچولو بگو من بعدش یه تحقیق کوچولو میگم. اوکی. چون این شکلیه که مثلا یاد بزنه ما میگیم اوکی عصبانی شده، ولی وقتی مرد گریه میکنه خیلی بر ما عجیبه. و دقیقا همین اتفاق میفته که مگه میشه یه نفر تو کل موقعیت ها خشمگین باشه؟ خیلی وقتا این غمه، ولی چون نمیتونه بروز بده یا اصلا اون کلمه ها رو بلد نیست. خیلی از مردان نمیتونن بگن که من غمگینم که امروز تنها موندم، من غمگینم که فلان حرف زد. حتی من ناراحتم معمولی هم نمیتونن بگن و به خاطر همین اون خشم رو نشون میدن. همین تحقیقی که تازه میخوندم این بود که مثلا زنایی که سوء تفاهم نشه ها، ولی مثلا زنایی که بیشتر حالا
نقنق هم نگم، چی میگم بهش، بیشتر مثلا خودشونو بروز میدن، حال به قول حالا معروف ابرازگری هیجانیشون بیشتره. آره مثلا سلامت روان بهتری دارن نسبت به کسایی، نسبت به زنایی که حرف نمیزنن، یعنی مثلا غماشونو بروز نمیدن، حتی سلامت جسمانی بهتری هم دارن. کلا به نظرم آدم صحبت میکنه، کلا تو رابطه هر چیزی آدم که صحبت میکنه سالمتره و سالمتره. آره اون چیزی که داره اذیتت میکنه رو داریم بگو. آدمی که حرف نمیزنه به نظر من اینجوری دردی نداره، حسی نداره، یا داره از این میترسه که اگه بگم چه اتفاقی میفته، یا چه دیدی دارم نسبت به هم. آفرین. یا میترسه و تو خودت ریختنه تا یه جای امکان پذیره، ولی یه جایی خیلی بد میزنه بیرون و وقتی یه جوری مثلا اون هیجاناتی که جمع شده یه جوری انفجار پیدا میکنه که اصلا با اون موقعیت هم دیگه تناسب نداره، اصلا بعدها ممکنه اختلال روان تنی هم بشه. و میدونی چیه، خیلی وقتا مثلا یه نفر یه ریاکشنی نشون میده خیلی تعجب میکنیم، مثلا یه آدمی مثلا میگه که من عصبانی نمیشم، اگرم عصبانی بشم خیلی بد. چرا؟ چون خیلی از موقعیت‌ها هیجان خودش رو بروز نداده، هی سرکوب هی سرکوب، به قول شما از یه جایی میزنه بیرون. من خودم خشمم اونطوری دقیقه، یعنی مثلا خودم مثلا قبلا خیلی زودتر عصبانی میشدم، الان مثلا خیلی کمتر عصبانی میشم، ولی مثلا میگم مبادا خدایی نکرده مثلا خیلی 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 بد عصبانی بشم، اون وقت امیدوارم یعنی مثلا میترکم جدا. ولی خیلی وقته که سرم نیومده، یعنی سعی میکنم کنترل بکنم حالا به روش‌های منطقی و و و، ولی دیگه میگم به قول تو یه جا شاید اونقدر جمع بشه، اونقدر جمع بشه که این فشردنه یه جا پنره در بره، میترکم. به نظرتون چی باعث میشه که این مراحل به شکل سالم طی نشه و طرف به پذیرش نرسه؟ نظر من یکی نداشتن دایره حمایتی خوب. من واقعا طبق تجربه که خودم داشتم، آدمایی که تونستن توی مراسمات سوگواری واسه اون عزیزشون باشن، یک دایره حمایتی خوبی داشتن، خیلی راحت تر تونستن با قضیه که دومی هم اینه که دقیقا به خودت اجازه اینو بدی که تجربه بکنی، غم و تجربه بکنی، اجازه بدی به خودت هنوز یک سال گذشته بازم اگه به یادش میفتی گریه بکنی، اون خشمه رو تجربه بکنی، به خودت بگی آه اوکی من از دست این آدم عصبانیم کردم که اگه باشه اگه بود خیلی بهتر از این بود. اشکال نداره که ما این حسار داشته باشیم. زهره یه کار خوبی کرد، هم سوال سعید رو جواب داد، هم سوالی که من میخواستم بپرسم، سوال آخر که حالا توصیه‌تون چیه. و به نظر من حالا این به طور کلی خلاصه حرفای زهره این بود که با احساساتتون روبرو بشین و اینکه قبول بکنین، غمم قبول بکنین، خشمم قبول بکنین، اینطور نباشه که حالا مثلا بلافاصله یاد عزیزتون افتادین مثلا برین مشغول یه کاری دیگه بشین زود که اون حالا یه جوری بمونه توتون خشم ناراحتیه که از یه جا دیگه بزنه بیرون. اونو مراسم سوگواری حالا شاید به عنوان مراسم آنچنانی منظورش نباشه، منظورش اینه که اون ناراحتی و گریه رو با هم دیگه داشته باشیم. و اینکه خیلی هم قبول دارم که اطرافیان خیلی مهمن، چه توی خوشحالی چه توی ناراحتی. اصلا مثلا تو به جایگاهی برسی ببینی که اطرافیانت باهات شادی میکنن و حتی ناراحت بشی ببینی که اطرافیانت باهات ناراحتن، این حس همدلی و همدردی جفتشون کنار هم خیلی معنی تسکین دهنده است به نظر من. مرسی زهره جان و مبین عزیز. یه جنبندی میخوام بکنم. امروز داشتیم در مورد مراحل سوگ حرف میزدیم و پیشنهادهایی که داشتیم و توصیه خود من اینه که هیچ وقت نرین به شکل ناسالمی این هیجانات رو یا سوگ رو جبران کنین، چون خیلی وقتا توی خیلی کیس ها این شکلیه که طرف میره با مثلا خوردن یه غذای خاصی انگار داره مثلا خودشو آروم میکنه، یا بعضیا میرن سمت مشروبات الکلی یا مواد مخدر و خود اون بعدها دوباره مشکلی ایجاد میکنه. اگر هیجان سرکوب نشه، اگر بتونیم بشناسیم غمگینیم خشمگینیم و بتونیم کلامیش کنیم، الان مثلا خود زهره توی سوگی که داشته، شاید اگه این بیان رو نداشت، شاید اگه ابراز هیجانی رو نداشت بدتر هم میشد.
و دیگه به اون پذیرش نمیرسید. خیلی مهمه که به جای سرکوب بتونیم تنظیمش کنیم. خب اگه نکته پایانی داریم بگین. مرسی از همگی. فکر نکنیم همش قرار شبیه هم باشه. کاملا طبیعی وقتی یکی رو از دست میدی احساساتت کاملا متفاوت باشه با وقتی که یه آدم دیگه ای رو از دست داده بودی. این به رسمیت بشمرید که ما با توجه به اون خاطراتمون، شناختمون از اون آدم، نوع رابطه‌ای که با اون داشتیم، احتمالاً احساساتی که در پی از دست دادن اون آدم قرار تجربه بکنیم هم متفاوت قراره باشه. و اینکه به نظر من تا جایی که میتونین همونطور که قبلا هم گفته شد ابرازگری هیجانی داشته باشین و خودتون رو بروز بدین. و مرسی که تا اینجای اپیزود با ما همراه بودین. دمتون گرم. ما رو میتونین توی کست باکس و شنوتو هم گوش بدین و حتی توی یوتیوب با سرچ کردن نوکست ما رو سابسکرایب بکنین. مرسی که بودین. دمتون گرم. فعلا.